روز غزل غزل ها و اشعیا رو صحبت می کنیم کتابش هم که دارید و مطابق اون کتاب پیش میریم اگر سالاتی هم هست خوبه که بکنید و این کتاب رو بعدا به زودی چاپش می که در اختیار همه کسانی که ویدیو ها رو هم نگاه میکنن باشه غزل غزل ها رو سلیمان نوشته سلیمان تو عشق و عاشقی خودش خیلی تبهر داشت البته بعدا خیلی خراب کرد ولی اون زمان که جوانتر بود خیلی درست شروع کرد هم هر حکمتش و هم در روابطش وقتی که تعداد زناش بیشتر شد رابطش با خدا و با دیگران با همسراش خیلی سطحی شد قزل قزل ها یکی از کتاباییه که بعضی ها تحجاب میکنن همچین کتابی تو کتاب مقدسه چون واقعا حرفای عاشقانه میزنه یا اه خدای ما محل عشق عاشقیه اون خدایی که به ما شناخته بودن همچین خدای دلنازه که از احساسات نیست اینجا احساسات خدا رو تو این کتاب میبینیم و اینکه عشق حتی عشق بین زن و شوهر رو چقدر او اهمیت براش قائله که یه کتاب می نویسه بین برای زن و شوهرها البته تشبیهی از رابطه او با ما یعنی تو این کتاب ما تو دو جنبه از این کتاب یاد می اول اینکه رابطه زن و شوهی بعد باشه و خدا میخواد که چه عواملی باشه که یک زن و شوهر عاشقانه همدیگر رو دوست بدارن دوم اینه که ما و خدا چگونه همدیگر رو عاشقانه دوست بداریم یعنی نشانه ای از عشق خدا به ما و اینکه ما چطور خدا را باید دوست داشته باشیم چون که خود کتاب مقدس میگه میگه روابط زن و تصویری از رابطه خدا با ما ازدواج در حقیقت یه عکس برگردون از اصل اصل چیه؟ اصل رابطه خدا با ماست که میگه من شما رو اینطوری عاشقانه دوست دارم پس در سه مورد یکی نمونه عشق پاک بین زن و شوهر هاست عشق مسی به عروس خود و عشق تک تک ما به خدا برای اینکه این کتاب رو درست درک بکنید این چیز خیلی بد توجه کنید این که ببینید کدوم آیه کی داره صحبت میکنه البته خیلی از ترجمه ها این کارو براتون کردن بخش بندی کردن مثلا میگن دختران اورشلیم دارن صحبت میکنن داماد داره صحبت میکنه عروس ولی در اصل اینا نبوده و اگر اون تقسیم بندی نباشه فهمش سخت میگه ای یه دفعه الان کیه داره صحبت میکنه آیه ها میپره پشت سر همه و باید توجه کنید که داره داماد یا عروس یا اون دوستای دختره دارن صحبت میکنن اون دختران اورشلیم تشبیهاتی که تو این کتاب گفته میشه هم گاهی سوال برانگیزه مثلا میگه که موهایت مثل گله بزه هاست مثلا ما به زن شعرا با هم از اینطوری حرف نمیزنیم میگه بینی تو مثل برج لبنان است مثلا اینطوری بگیم همسر رو میزنه تو گوش رو میگه چه تعریفی میکنی <applause> ولی شعری که توی غزل غزل ها میبینیم اصلا شعر کتاب مقدس کمتر به اون و وزن و قافی است بیشتر به اون احساسی رو بیان میکنه که توی این شعر گفته میشه وقتی میگه مثلا بینی تو مثل برج لبنانه یعنی وقتی من اون رو میبینم اون او، چیزو اون احساسی رو که در اونجا میبینم نه اینکه اینقدر دماغ گنده مثلا ما ایرانی بعضی دماغای ما ایرانی هم. مثل برج لبنانه ولی داره میگه که اون احساس به من دست میده وقتی کوها رو میبینم و تو رو میبینم همون احساس او اون احساسی که در من تعریف میشه در اینقدر داره ازش تعریف میکنه ولی ما با این تعریف آشنا نیستیم که چطور هست کلمه ای کلیدی این کتاب چیه؟ محبت محبت از نوع آسمانی و زمینی جالبه که ما راجع محبت آسمانی آگاپه صحبت میکنیم اینجا محبت زمینی رو هم توضیح میده یعنی واقعا این زن و شوهر عاشق همه مجذوب همه همدیگر رو میخوان رو میگه همدیگر رو میخوان و خدا نشون میده که این هم اراده خداست و این هم یک کار زشتی نیست عشقای بین زن و مرد وقتی که در ازدواج هست و یک یک چیز زیباست خدا تایید میکنه حالا چندتا محبت این عکسای ازدواجه که گفتم راجع به ازدواجای زمینی و اصولی که یک ازدواج میتونه موفق باشه نوشته میشه کتابهایی راجع به ازدواج نوشتن که اصلش اصلش بر اساس همینه یعنی از غزل غزل ها اصول رو در یه چند هم امروز خواهیم دید که رابطه زناشی چطور میتونه موفق باشه اینجا رابطه مسیح با عروسش اون عروسش ما هستیم و اون شبه مسیح هستش که عروس تازه تمیز آماده اینا تو کتاب مقدس میبینیم دیگه میگه آماده باشید داماد هر لحظه میتونه برگرده عروسی درسته که پاک آماده خودش با مردای دیگه قاطی نمیکنه با چیزای دیگه قاطی نمیکنه لباسش کثیف نمیکنه و آماده است که عروس بیاد و خداوند اینو به ما تو کتاب مقدس یاد میده شما عروس مسیح هستی مثل این عروس آماده است که چشم برا لباس پاک منتظر که عروس داماد بیاد و میبینیم داماد آمده و بالای سرش هست راجب بازگشت ثانوی میدونیم که مسیح برخواهد گشت در اشیا هم اینو میبینیم که مسیح برمیگرده و ما رو با خودش میبره اینجا یه تصویری هست از زمانی که مسیح بر میگرده و عروس خودش رو داره میبره جالب این چیز مردم که دارن به آسمان میرن یه حالت عروسی هستش من یه بار یه عکسی رو دیدم کاش همونجا میگرفتم مال سالها پیشه هر چی میگردم رو اینترنت پیداش نمیکنم اگه پیدا کنم میخرمش یک تابلو بود خیلی منو تکون داد زمین رو نشون میداد کره زمین و بعد از این کره زمین یک عروسی داشت به آسمان میرفت یه عروسی که تمام چیزش دو عروسش اینجا بود به آسمان میرفت و دستاش آماده که, داماد رو در آغوش بکشه عروس همینطور و بعد اینجا عیسی مسیح داشت بر گشت از آسمان و عروس میخواست او رو در آغوش بکشه اینم رو زمین بود نکته جالبی که تو این عکس بود وقتی میدیدی میدیدی خب چه لباس سفید قشنگی این عروس داره و بعدم رو کره زمین چه عظمتی داره روی از روی کره زمین داره بالا میشه ولی وقتی میرفتی دقت میکردی لباس سفید عروس از میلیون ها انسانی که لباس های سفید داشتن تشکیل شده بود یعنی کو نگاه میکردی میدی انسان های با لباس سفید همه اینا لباس عروس و بدن عروس رو اینها تشکیل میدادن وقتی دقت میکردی همه اینا عروس های مسی بودن یعنی من و شما که لباس ما رو مسیح شسته سفید و با هم اون عروس مسیح رو تشکیل میدیم تک تک تو اون بدن جا داریم و جزء عروس مسیح هستیم ولی با هم کلیسا عروس مسیح هستش در این کتاب چند بخش رو میبینیم یکی هست عاشق شدن فصل یک تا سه اون فصل اول نشون میده که این عروس و داماد چقدر دارن جذب هم دیگه میشن آشنا شدن و دارن وارد مرحله نامزدی میشن در فصل سه تا پنج و سال در عشق رو میبینیم در اینجا عروس به داماد میرسن به همدیگه دیگه میرسن و ازدواج انجام میشه در از فصل پنج تا هفت مشکل زن و رو میبینیم و یک بخشیه که هم از چیز جسمانی بین زن و شوهرها در هم روحانی بین ما و خدا که بین ما و خدا و گاهی داماد میاد در میزنه عروس دیر میگه خب بابا تخواد از پاشم حالا تنبلیش میاد میگه حالا برم در رو باز حالا فردا هم میشه یه خود عقب میندازه میگه حالا من خوابیدم حالا پاشم دوباره پام کسیف شه حالا میام درو باز کنم گرچه دلش میزنه ها داماد پشت در دره رو میزنه دلش میزنه ولی تنبلی و عقب میندازه و بعد یه کم عقب میندازه بعد میره درو در باز میکنه داماد نیست بعد ناراحت بعد میره توی شهر و یه حسابی هم میگه کشیشیان شهر یه حسابی کتکش هم میزنن این دامادو و چه تصویری از خود ما که چقدر مسیح دنبال ما هست برای خود ما هم پیش میاد مسیح دنبال ماست یه جایی ممکنه ساعت سه صبح چهار صبح بلندت کنه بگی میخوام باد صحبت کنم یا یه زمانی احساس میکنی خدا داره باد صحبت میکنه من خودم این اشتباه خیلی کردم یکی از چیزایی که تو این یکی دو هفته روش خیلی لقلبم لمس کرده همین قسمت غزل غزل هاست که چطور من خودم مثل اون عروسم که گاهی مسیح میاد میگه میخوام باد صحبت کنم میگم بله یه دونه مکاشفه میده دیگه نمیرم میگم خب بقیهش بله در زدی دارم میشنومت میگم خب خوب 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 چه خوب حالا باشه بعد حالا دوباره خدمت شما میرسیم حالا بعدا داره وقتی خدا داره صحبت میکنه وقتی داریم یه ملاقات داریم یه دفعه حواسم میره خب نه الان دیگه باید برم سر الان دیگه الان خ... مشکلات زندگی مثلا صبح با خداوند ملاقات داریم عقبش میندازیم و مثل اون عروس یا تنبلیمون میاد بابا حالا چهار صبح حالا کی حالا فردا با من صحبت کن و در موقعیت های خدا میخواد با ما صحبت کنه که برای ما راحت نیست و بعد پا میشیم میام میبینیم که نیست دیگه اون مکاشفه و اون روی که اون, اون, لحظه ریخته بود دیگه نیست بعدم که کلیسا و ایماندار بدون مسیح تو دنیا هم کتک میخوره دیگه همه تو سرش هم میزنن و میبینیم که تو خیابون میره و کتک رو میخوره مشکل در عشق رو میبینیم و بعد فصل آخرها فصل 7 و 8 عمیق شدن رو میبینیم که دوباره به هم بر میگردن و رابطه شون با هم دیگه میشه می مکاشفه ایسای مسیح البته ایسای مسیح در این کتاب خیلی واضحه داماده داماد کلیساست در عهد عتیق کجا بودیم؟ درسته داماد کلیساست در عهد عتیق یهوه میگه من شوهر شما هستم در و عروس کیه؟ قوم, قوم اوست در عهد جدید عیسی مسیح میگه من داماد هستم و قوم او عروسه یعنی ما که به مسیح ایمان آوردیم عروس او هستیم پس این کتاب اون داماد تشبیهی شباهتی از عیسی مسیح که, آ... که, عشق آتشی داره نسبت به ایمان دارم نسبت به من شما وقتی این, آی... آیه ها رو میخونید میگید آخ جون چقدر مسیح منو دوست داره آخ قربونش برم و خوب اون احساساتی میشه اشکال نداره احساساتی بشی میدونید خدا در مورد من و شما احساساتی میشه ما گاهی محبت خدا رو خیلی فرمولی و بله خدا محبت است ذاتش محبت است مرا دوست دارد حالا ما که تو دلو میگه ما که لیاقت چه نداریم که حالا من حالا دوست داریم مثلا با اکرام یا تو عمل باشه خب حالا تو هم دوست دارم حالا بیا دیگه اینا. مثلا اینطوری نمی بینیم که خدا ما رو دوست داره عاشقانه دوست داره با چشای عشق نگاه میکنه میگه آخه من که انسان کامل نیستم میگن میگن علف دهن بوزی بعد خوب میاد دیگه بعد اون به بپسنده که پسندیده این نکته خیلی زیباییه که خداوند ما رو با احساس هم دوست داره فقط هم این ارادی نیست که بگه خب آگاپه محبت الهی خب دوستشون دارم دیگه بله نه دلش میتپه برای ما وقتی که در حضورش میریم وقتی که میگه من صبح باهات قرار ملاقات دارم سر ملاقات نمیری دل خدا میشکنه چرا میشکنه چون احساسات داره خدا احساساتی که خدا به ما داده احساس عشق احساس دلبستگی اینا تصویری از خود خدا چیزی نیست که خودش نداشته باشه به ما داده باشه اینکه ما احساساتی میشیم نسبت به محبوب خود وقتی زن و شهرها با عشق احساسی همدیگر رو دوست دارن این از خداست و تصویری از عشق احساسی خدا نسبت به ما مخاشفه روح القدس روح محبت رو میبینیم در این کتاب میدونیم که محبت از خداست از فصل چهار آیه 16 میگه که باد روح القدس باید در ازدواج وزیده بشه و باد روح القدس مثل بهاری که میاد و سرصبر میکنه هر موقع ازدواج ما ازدواج ها هم مثل فصل های مختلف میره گاهی خیلی گرمیم گاهی نسبت به هم زن و شوهر یکم سرد گاهی زمستونی یخ بندونه بین زن و شوهر و اون موقع بعد باد روح القدس بیاد یه کار تازه رابطه زن و شوهر رو تازه میکنه اگر ازدواج ما یخ شده یخ کردیم سرد شدیم نسبت به هم دیگه تنها چیزی که میتونه ازدواج ما رو شفا بده و دوباره اون رابطه رو درست کنه فقط حضور روح القدس باد روح القدس بعد در ازدواج ما بتبه ب... بوزه در درسای اصلی روحانی رو پس اینجا روح محبت و باد روح القدس رو دیدیم درس اصلی محبت عاشقانه و رابطه زنوشویی که در اراده خدا زیبا و نیکوست از این کتاب اینو یاد میگیریم که بابا رابطه حتی رابطه جنسی چون بعضی ها زن و... زنها یا شوهرها ممکنه در بچگی یا در جوانی ازشون سوء استفاده جنسی شده اصلا یه تصویر زشتی از روابط زناشویی دارن حتی جنسی و نسبت به هم سردن نمیتونن یک رابطه سالم با هم داشته باشن به خاطر نمونه های غلطی که دیدن یا چیزهایی که به سرشون اومده و اصلا رابطه جنسی و زناشویی رو زشت میبینن احساسات تو وقتی انجام میدن احساس زشتی انجام احساس کسیف بودن میکنن این کتاب به ما یاد میده که نه اون چیزی که در ازدواج بین زن و شوهره حتی رابطه جنسی زن و شوهر از نظر خدا خیلی زیباست یه چیز الهیه خدادادیه یه هدیه خدادادیه وقتی که زن و شوهر قلباشون به هم وصل همدیگر دوست دارن و زیر در زیر بنای اون عشق روحانی که به هم دارن حالا رابطه جسمی و جنسی هم با زناشویی هم با هم دارن و این دوتا با هم نشون میده که چقدر زیباست برخلاف اون چیزی که در مذهب به ما یاد داده میشه یا در مذاهب است که خدا اولا دور سانیان اصلا یه شوهر عاشق همچین تصویری تو مذهب نیست و بعدم تا جه ازدواج ازدواج تو مذهب مذاهب ازدواج زن رو عنوان یه کالا نشون میدن زن یه کالاست میدی میخری میدی نخواستی نوترش رو میگیری نخواستی کنارش میذاری یه کالاست اینجا تو این کتاب اصلا کالا رو نمیبینیم سه هزار سال پیش نوشته شده نشون میده که خدا رابطه زن و شیرو رو چطور میبینه دو طرفه است یه عشق دو طرفه است عشق پایا پایه هر دوتا برای هم ارزش قائلن یکی صاحب اون یکی نیست هر دوتا حق انتخاب دارن شوهر دعوت میکنه زن جواب میده یا میبینیم به یه موقع هم جواب نمیده زوری نیست رابطه رابطه ارادیه بر حساس عشق محبت زناشویی رو در اینجا میبینیم که زیباست اگر در رابطه زناشویی تون، اساس رابطه جنسی و جسمی مشکل دارید، باید شفا رو بگیرید. باید اگر باید ببینید که خدا اینو زیبا آفریده. و اگر کثیف شده برای ما باید ببینیم چرا. به خاطر تجربیاتمون، نمونهای غلط، دعا کنیم، آزاد شیم تا بتونید که با همسرتون، اونایی که ازدواج کردید، رابطه زیبا و شیرین، اونطور که تو این کتاب گفته میشه داشته باشیم رابطه سالم زناشویی باید بر اساس رابطه سالم احساسی و عاشقانه باشه این روانشناس های امروز اینو پی بردن حتی اونایی که مسیحی نیستن میگن زن و شهر برای اینکه رابطه درست داشته باشن بتونن با هم همخوابه حتی بشن لازمش اینه که رابطه احساسیشون درست باشه اگر از دست هم ناراحتن اگر مسئله حل نشده دارن یا این رابطه زناشویی پیش نمیاد اگرم بیاد معنی و پوچه و حتی دردناک برای بعضی ها بعضی ها میرن میگن من با همسرم رابطه دارم اصلا تمام بدنم درد میگیره به خاطر اینی که اون رابطه احساسی و اون زیربنا وجود نداره در غزل غزل ها اصول ازدواج سالم و خوشبخت رو میبینیم چیزهایی که در این کتاب یاد میگیریم گفتم کتاب هایی بر اساس ای نوشته شده چند تا نکتش رو اینجا میبینیم زن و شوهر باید همسر خود را همانطور که هست بپذیرند یعنی این زن و شوهر این اصلا همدیگر هم پذیرفته نمیگه برو گم شو دیگه ازت خسته شدم تو کی هستی مم... چی میگن چی نصیب ما شده همه همه رو مار میگزه ما رو چراغ نفتی ها یا همه چیزه <تصفح> <تصفح> آره از این حرفا میزنه والا کی به گردن ما افتاد و تو رو به ما انداختن آن از این حرفا به هم دیگه میزنیم و اشتباه کردن با ازدواج کردن آره آره لعنت به اون کسی که تو رو به ما انداخت از این حرفا میزنیم و ترد, ترد کردن همدیگه. یکی از بزرگترین عوامل عامل مشکلات زنوشویی ترد شدن یک به یک نوعی ما همسرمون ترد اون تحصیلاتی که میخواستی میخوام نداری اون شخصیتی که دوست دارم نداری پس تو بیرون خط تو بیرون ده تو اون کاری که میخواستم من شوهر پولدار میخواستم تو نیستی میخواستم با تحصیلات باشه تو نیستی مازم بگو خند باشه تو نیست هی hey, اونی که نیستی نیستی رو یا زنم شوهرم به زن همونو میگه میگه و این ترد شدن بزرگترین درد و ضربه به ازدواج اگر میخواید ازدواجتون سالم بشه اول اول باید دعا کنید و بگید مثل آدم هوا گفت گوشتی از گوشت هم خدا تو دادی میپذیرم و تو تو پذیرفته منی تو گوشه ای از جان من هستی پذیرفتن همدیگه اولین قدم شفای ازدواج و زن و شوی هستش اگر این اصولی که دارم اینجا میگم هم برای خودمون هست هم اگر خدمت میکنید زن و شهرها بخوان مشکل ازدواج دارن میگید چکار کنم اینا دعوا دارن چکار کنم از همین این پنج تا رو دونه دونه باشون کار کنید میبینید چقدر ازدواجشون شفا پیدا میکنه چون جزو این از کلام خدا هستش پس پذیرفتن بعضی موقع ما میخوایم همدیگر رو عوض کنیم حتی قبل از ازدواج میگه حالا آره این اشکال داره حالا ازدواج کردیم روش کار میکنم و همین خیال باش <تصفح> بعد بسازی بعد ب... بپذیری با همونی که هست با همونی که اتفاقا با... وقتی میپذیری مردم عوض میشن وقتی که همسر تو هر رد میکنید اشکالاتشو رو میگه تو سرش میزنی عوض نمیشه چون تمام انرژیشو ازش گرفتی انگیزه رو ازش گرفتی اصلا دیپرس خسته است میگه من صبح, صبح چون خستم چرا خسته است چون که رویش ازش گرفتی اینقدر کوبیدیش اینقدر مشکلش رو گفتی که اصلا انرژی نداری رو خودش دیگه کار کنه ولی وقتی تعریف میکنیم شماره دو میگه زن و شوهر باید مرتب از هم تعریف کنن تعریف که می‌کنی به همدیگه انرژی میدیم تعریف که میکنیم همدیگه رو تقویت و تشویق میکنیم تعریف میکنیمه که با تعریف بیشتر همسر ما عوض میشه تا با انتقاد خیلی از اون انتقاداتی که میخوای بهش بگی بابا خودش میدونه چند بار طالبش گفتی دیگه لازم نیست تکرار کنی میدونه حالا شروع کن تقویت و تشویق براش دعا کن پشتش بیست اگر و عوض خواهد شد شماره سه. زن شوهر باید مشکلات مواظب مشکلات کوچک یا شغال های کوچک در ازدواج خود باشن در سه زن و شوهر باید در مواظب مشکلات کوچک میگه تا... شغال های کوچک تاکستان رو خراب کردن خیلی از موارد مسائل کوچیک ازدواجی که حل نمی کنی میمونه و بزرگ میشه باغ تو خراب میکنه ازدواج رو خراب میکنه در ازدواج باید یاد بگیری مسائلی که پیش میاد کوچیک و بزرگ معمولا هم اکثرا کوچیکه ولی به یادت میمونه من خودم بارها مثلا دیدم چقدر از دست همسرم ناراحت میشم خب چیه اصلا یه خشم یه ناراحتی تو قلبم یه خب مگه چیکار کرد فکر می کنم دعا میکنم کنم آه یادم افتاد دیروز توی چیز بودیم تو گروه بودیم یه خورده با من بی احترامی صحبت کرد دلم اونجا گرفت و این بدونی که خودم اصلا یادم هم رفته بود ولی این زخم تو قلبم بود که چرا همسرم اونجا اصلا با من بی بیحترام احترامی صحبت کرد یه صحبت ها یه کوچیکه ولی تو قلب ما میشینه حلش نمی کنیم و میمونه بعد فردا صبح میشی سر همسر داد میکشی میگه چرا داد میکشی می خودم به فکر میکنم نمیدونم چرا داد میکشی نه ازت بدم میاد اصلا میگه اصلا چرا من که تازه صبح باشیدیم کاری که نکردم نمیدونم صبح صبح میشی شده آن، شده برای میشی به همسر نگاه میکنی میگی من با این ازدواج کردم وای قیافه شو <applause> بعضی اینطوری میگن ولی وقتی عشق البته وقتی مسائل حل شده ببین عشق میتونه باشه ولی وقتی مسائل رو حل نکردی همسرت برات زیبا نیست وقتی مسائل رو حل کردی وقتی رابطتون شفافه اون موقع زیباییش رو خواهی دید و تو در چش او زیبا خواهی بود اینجا اینو میگه میگه مواظب شغال های کوچک باش چیزایی که گفته میشه سری حل کن میگه نهزار خشم تو به شب برسه هفتاد زب در هفت بد ببخشی این مال, مال زن و شوهر هست مرتب این رابطه رو باید شفاف نگه داشت بگرنه یعنی خراب میشه زن و شوهر باید با هم تحاد ابدی داشته باشن یعنی یک قرارداد نیست که حالا هستیم تا, تا وقتی که به نفع مونه هستیم بعدا اگر مشکلی پیش آمد طلاق میگیریم رابطه ایسای مسیح با ما ابدیه یا نه؟ تا به آخر شما رو محبت میکنه پس ازدواج زمینی که تصویری از ازدواج آسمانی ابدیه اون ابدیه اینم ابدیه همین مسیح میگه کلام خدا میگه من از طلاق متنفرم چون نه تنها خانواده ها رو خراب میکنه میدونی چرا متنفره نه تنها واقعا نسل ها رو خراب میکنه بچه ها رو خراب میکنه زن و شوهر رو خراب میکنه و روانشناسا میگن طلاق از مرگ دردش بیشتر. یعنی همسر بمیره راحت تر میتونی پذیری تا اینکه همسر ازت طلاق میگیره. اون دردش بیشتر میمونه اونو یه مدتی سوگوارو می‌کنی تحمل می‌کنی رد میشه ولی اون آخر عمر دردش باهات میمونه ولی من میگه از طلاق متنفره یکی از دلایلش اینه که خدا میگه من می‌خوام ازدواج شما تصویری باشه از رابطه منو ش... منو با کلیسا شما این اومدم یه مثال بزنم مثال منو خراب کردی از اسون از سو ناراحت چرا مثالای منو خراب می‌کنی بخوب دنیا مثال ببینه که من چقدر انسان ها رو دوست دارم زن و شوهر باید وقت مرتب با یکدیگر داشته باشن بدون وقت رابطه ها از هم دور میشه من گاهی میرم سفر خب نیستم که کنار همسرم که ببینم انشالله نه خوبش نه دعواش نه چیز ولی بعد از مدتی که برمیگردی یکی دو هفته همدیگر رو ندیده باشی احساس میکنی دور شدی اصلا, اصلاً این مشکلی وجود داره چیزی هم پیش نمیده دو هفته اصلا نبودی ولی یه مشکلی پیش اومده دلیلش اینه که با هم رابطه نداشتید، با هم باید صحبت کنید، با هم وقت بگذارید هر رابطه احتیاج به وقت داره و رابطه با خدا احتیاج به وقت داره ما رازگاه هم میذاریم در پرستش در حضور خدا که رابطه من. با خدا هم وقت نذاری میبینی با خدا که دعوا نداریم ولی رابطمون با خدا من سرتر و سرتر میشه چقدر بیشتر رابطمون با همسرمون. پس وقت گذاشتن این مورد تو ازدواج خودتون چک بکنید و این وقتی که به زن و شهر رو مشورت میدید از همین شیشتا استفاده کنید ببینید چقدر نتیجه میگیرید تو مشورتاتو عیسی مسیح ما رو عاشقانه دوست داره اینو صحبت کردیم و ما هم باید مسیح رو عاشقانه دوست بداریم این دو طرف است یعنی اون شیشتایی که گفتم هم مال ما هم مال مسیحه مسیح از ما تعریف میکنه ما میریم از مسیح تعریف میکنیم پرستش یعنی همین دیگه زن و از هم تعریف میکنن ما میریم در پرستش از داماد آسمانی تعریف میکنیم اونم تو دعا از ما تعریف میکنه تو دعا یکی از زیبایی های دعا فکر نکنید دعا میکنید فقط خدا میکوبه اتفاقا میاد میگه که گناهان خود رو نزد من اعتراف کنید تا شفا یابید ببخشید یعنی میری در حضور خداوند میگی داماد جون من اینجا کم آوردم میگه عروس عزیزم میبخشمت نه نمیخوام هیچ چی بین من و تو را فاصله بندازه مشکلات حل میکنی و شغالای کوچیک رو با مسیح حل میکنی وقتی در حضور خدا هستی و کلام خدا میگه که روح القدس محبت خدا وسیل روح القدس به قلب های ما فرو ریخته میشه شده براتون در رازگاهان اصلا مثل که یه موج آرامش و محبت خدا بر شما بریزه و صدای شیرین آسمانی که دخترم پسرم تو مال منی از الان تا به عبد مال منی ما بعد مسیر رو عاشقانه دوست داشته باشیم میگه مریض عشقت باشیم هر روز سر قرارمون حاضر بشیم رازگاهان یک وظیفه مذهبی نیست که حالا کردم خداوند دو تا دو... یه نمره نمره ما اضافه میکنه رازگاهان یک قرار ملاقات بین دو نفر که همدیگر رو دوست دارن و در اون رابطه است که همدیگر رو بنا میکنیم و همدیگر رو تشویق میکنیم خب اشعیا رو میخونیم اشعیا اولین کتاب از سری کتاب های انبیا هستش از با اشعیا کتاب های انبیا شروع میشه 17 تا کتاب انبیا است 12 تاش قبل از اسارت دو تا شنگام اسارت سه تاش بعد از اسارت این کتاب های اول کتاب های بزرگ هستن 5 تا کتاب و انبیا کوچک 12 تا کتاب انبیا بزرگ مسئله اهمیتشون نبوده یعنی نبوده مثلا هیکلشون خیلی بزرگ بوده مسئله اینه این که صفحات کتابشون بزرگه انبیای بزرگ و انبیای کوچک یعنی تعداد صفحات پستای کتابشون کمه اشعیا جزء انبیای بزرگه چون که چند تا ها 66 کتاب اشعیا کتاب اشعیا رو بهش میگن انجیل کوچک یا انجیل عهد چون راجع به مسیح صحبت میکنه یا میگن کتاب مقدس کوچک چون درست مثل کتاب مقدس که شست و 66 کتاب داره این 66 فصل داره عهد عتیق چند تا فصل بود 39 تا این اینجا هم فصل اول یه حالت عتیقی داره بیشتر هشدار و محکومیت و ولی بعد بعد از فصل سی بعد وارد عهد جدید میشه میبینیم که توش امید هست نجات هست ایمان هستش که صحبت میکنه در اشعیا پیشگویی های زیادی راجع به عیسی مسیح شده و اشعیا رو میبینیم در فصل 6 که با خداوند ملاقات میکنه یاتون هست تو فصل 6 میگه که خداوند نشسته بود و اون فرشتگان بودن و ملاقات اشعیا فصل 6 که بعد میگه من مرد ناپاک لب هستم و خداوند اونجا پاکش میکنه و بهش ماموریت میده این یه صحنه است از اون و بعد اشعیا راجع به آمدن مسیح بیشتر از 100 تا پیشگویی خود اشعیا داره اشعیا 700 سال قبل از اون که عیسی مسیح به دنیا بیاد این کتاب رو نوشته ولی راجب مسیح آمدنش بسیار زیاد به طور دقیق کلی نمیگه حالا یک روزی یک زمانی یکی میاد نه قشنگ توضیح میده خدا میآید چند جا میگه خدا میآید و بعد میگه از باکره میاد از, از یک دهکده کوچیکی به نام بیت لحم خواهد آمد همه اینا رو دقیق پیشگویی میکنه و اینجا راجب تولدش این عکس تولد مسیح رو پیشگویی میکنه برای ما ولدی زایده شد عیسی مسیح وقتی که خدمتش شروع کرد در از فصل 61 اشعیا شروع کرد خوندن عیسی مسیح از اشعیا زیاد نقل قول میکنه یکی از چیزهای جالب اشعیا پیشگویی راجع به کوروش کبیر هست 150 سال قبل از اینکه کورش به دنیا بیاد اشعیا تولد کوروش رو و اسم کوروش رو پیشگویی میکنه که پادشاهی به نام کوروش میدونید اشعیا تو چه شرایطی خوب اینو یادآوری کنیم یادتون اشعیا در چه شرایطی نبوت کرد که مملکت شمالی اسرائیل در گناه و شمالی اسرائیل جنوبی یهودا و بعد اسرائیل داره, داره پیشگویی میکنه نبوت میکنه که شما به اسارت آشور خواهید رفت پس بر همین 39 تا فصل اول هشدار اون سالهای آخرش 200 بیشتر از 200 سال خداوند مرتب هشدار به قوم اسرائیل میده که توبه کنید وگرنه شما رو تسلیم قوم های بیگانه میکنم و نمیکنم و اشعیا میاد و دیگه آخرش دیگه زمانیه که نزدیک است اگر به کتابتون نگاه کنید اون صفحه او، صفات اول اون جدول رو نگاه کنید میبینید که اشعیا 750 هست و اسارت اسرائیل 722 یعنی حدود 20, 20 سال 25 سال قبل از اون که اسارت بره یعنی اون سالهای آخر اشعیاس که مرتب هشدار میده و آمدنشو میگه و بعد میشون میگه شما به اسارت خواهید رفت پیشگویی میکنه بله آشور شما رو به اسارت میره اون صفات اول صفحه چند بود صفحه 5 میگه شما به اسارت میرید جالبه ولی آزادیشون هم پیشگویی میکنه میگه بله 7 شما به اسارت میرید و بعد شخصی به نام کوروش بلند خواهد شد مملکت های زیادی رو خواهد گرفت در رجب کوروش فصل 44 و 45 شما فصل 44 آخرش شد و فصل 45 بخونید مثل که تاریخ فتوحات کوروش نوشته شده خیلی دقیق پس راجب کوروش در تورات به اسم پیشگویی میشه که کوروش خواهد آمد و قوم خدا رو آزاد خواهد کرد و کلام خدا کوروش رو مسیح من میخونه کلمه کلیدی نجات هست و کلمه اشعیا یعنی چی هستش اشعیا خود کلمه اشعیا یعنی یهوه نجات است یوشع اشعیا اینا ریشه هاشون یکیه اشع یا یهوه یه اشع مثل عیسی اشعیا یعنی نجات نجات یهوه نجات است یهوشا یهوه نجات است معنیش خیلی یوشه ایسا و اشعیا معنیشون خیلی نزدیک هم هست تقسیم بندی کنیم نبوت های محکوم کننده 35 فصل بعد یه دو سه فصل شهرحال پادشاه رو میگه و بعد نبوت های تسلی دهنده رو در فصل های آخر میبینیم به مسیح پیشگویی خیلی زیاد هست مسیح اون مسیح موعود وعده داده شده بیشتر از 100 تا پیشگویی هستش این جدولایی که تو کتابتون هم هست اینو کاملا باز میکنه صحبت میکنه وقتی شروع میکنی مشیا و میبینیم اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید برای ما ولدی زاییده شده پسری به ما بخشیده شد فصل نو همینطور که آدم همینطور کافی قا... کافیه فقط ورق بزنه کلی فصل 11 نهالی از تنه یسا بیرون خواهد آمد یعنی از پسر یسا خواهد بود این مسیحی که خواهد آمد در فصل 25 اینکه آن خدایی که منتظر او بادیم او این خداوند نجات است راجب مردگان تو زنده خواهند شد جسدهای تو بر خواهند خواست راجب زنده کردن مرده ها صحبت میکنه یاد که یحیی تامیننده شک کرد گفتش که آیا واقعا تو مسیحی میدونی جوابش چی بود وقتی یحیا تو زندان بود و پیغام فرستاد که به مسیح بگم آقا واقعا همونی که داری میای بهشون چی گفت گفت فقط باید دهش بگید که کورا دارن بینا میشن کرها دارن شنوا میشن چون یهوه چون یحیا یه، میدونست طبق اشیا مسیح که بیاد کورها رو شفا میده و و کرها رو شفا میده مسیح یعنی خدا در جسم اشعیا خدا در جسم رو توضیح میده یعنی خدا روزی جسم خواهد شد و در میان ما ساکن خواهد شد و کلی نشانه میده که ما مطمئن باشیم میگه خداوند پادشاه ماست ببینید در کتاب مقدس راجب اشعیا رجب خدا مسیح که صحبت میکنه ببینید مسیح که مثلا مسی میگه من شبان نیکو هستم یه جمله است ولی میدونید تو همین شبانه نیکو دو بار داره ادعای خدا بودن میکنه چرا؟ چون شبان قوم تمام تورات شبان قوم کیه؟ یهوه یهوه خدا تو همینجا مرتب اگر چند جا رو بیارید من یکیش رو پیدا کنم مرتب میگه من شبان شما هستم فصل چهل آیه ده اینک خداوند یهوه با قوت میآید اینک اجرت او باوی است او مثل شبان گله شبان گله خود را خواهد چرانید در در عهد عتیق خدا یهوه خدای یکتا میگه من شبانتونم تو انجیل چه مسیح میگه من شبانم خب با, با کیا داره صحبت میکنه اونایی که تمام تورات رو میدونن وقتی میگه من شبانم داره میگه من همون یهوه هم تو تورات میگه من شبانم من همونم داره ادعای خدا بودن میکنه نیکو میگه هیچکس نیست جز خدا خود مسیح میگه بعضیا میگن مسیح میگه کسی نیکو نیست شوز خدا داره خدا بودنش رو رد میکنه نه داره خدا بودنش رو تایید میکنه چون خودش میگه من شبان نیکو هم. اون کلمه نیکو رو خودش برای خودش به کار میبره میگه فقط حرف تو بفهم که میگی نیکو بدون که نیکو مال خداست ولی من هستم من شبان نیکو هستم شبان وقتی مسیح وقتی بهش میگم تو پادشاه یهود هستی میگه تو گفتی که هستم مثلا اینو میگیم خب یه محاکمه بود و گفتم ولی میدونید وقتی میگه تو گفتی که هستم یعنی من من خدا در جسمم چرا؟ تمام تورات پادشاه کیه؟ پادشاه قوم خداست در فصل 33 آیه 22 اشعیا 33 22 میگه خداوند داور ماست خداوند شریعت دهنده ماست خداوند پادشاه ماست تمام تورات یه چیز دیگه مسیح رجب نجات صحبت میکنه نجات دهنده و میگه خب مسیح نجات دهنده است اینم هم همینطوری رد میشیم آیا میدونید وقتی میگیم مسیح نجات دهنده است داریم راجع به الوهیت مسیح صحبت میکنیم چرا چون تمام تورات نجات دهنده کیه یهوه است خدای یکتاست که میگه من نجات دهنده قوم خود هستم کلمه نجات دهنده مال خداست در تورات بعد همه اینا نجات دهنده پادشاه شبان همه اینا رو مسیح میگه ما گاهی سرسری رد میشیم هر کدومش ادعای الوهیته هر کدومش وقتی به تورات رجوع می کنیم میبینی که این مال خداست این لقب ها مال خود خداست و مسیح داره ادعا در حقیقت میکنه از باکره متولد خواهد شد خیلی مثل گوسفند زب خواهد شد فصل 53 اشعیا خیلی معروفه چون که راجب صلیب کشیدنش صحبت میکنه میگه که نه صورتی نه جمالی او را نزد مردمان مردود صاحب غم قمهای ما را به خود گرفت دردهای ما را به خود کشید ما به سبب تقصیرها و گناهان ما مجروح شد به سبب گناهان ما کوفته شد تعدیب سلامتی ما بر وی آمد از زخمهای او ما شفا یافتیم جمعی ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد فصل 53 رجب صلیب داره صحبت میکنه صحنه صلیبه که مسیح روی صلیب گناهان ما رو بر خود گرفت پس صلیب اینجا از خیلی از جاهای عهد جدید تمیزتر و قشنگتر گناهان ما رو به خود گرفت دردهای ما رو به خود گرفت مرزهای ما رو به خود گرفت رو صلیب به جای ما دردهای به خاطر ما و به جای ما جان خودش رو داد او مظلوم شد توازن و دهان خود را باز نکرد مثل برهای که برای زیب شدن میبرند وقتی یحیی میگه این است بره خدا داره به تورات رجوع میکنه که اون بره قرار بود اشعیا 53 بره خدا قرار بود ب... یک بار و برای همیشه برای گناهان بشر جانش رو بده خیلی از ایرانی ها رجوع به محبت خدا زیاد شنیدن دوست دارن خدا محبت است بله تو گناهکاری حتی خیلی هاشو میگم بله من گناهکارم خدا من بعد منو نجات بده سلی بله مسیر سلیب مسیح رو سلیب رفت خدا در جسم نه این یکیشو نمیتونم قبول کنم خدا در جسمشو نمیتونم قبول کنم در صورتی که این خدا در جسم نه حرف ماست میگن شما مسیحیات میگید میگید شما هر کتاب عهد عتیق و عهد جدید و توش باز کنید نشانه هایی از خدا بودن مسیح رو میبینید اشعیا بیشتر از صد بار اینکه خدا در جسم آمد یک ایده نبود که مثلا رسولانشون بگن رسولان مسیح بگن آ که زدید کشید واقعا خدا بودن مثلا خیلی ها رو بعد از مرگشون بلند میکنن و بالا میبرن مسیح قبل از تولدش بلند کرده شد و بالا برده شد قبل از اون که متولد بشه او خدا در جسم خانده شد و اشعیا 700 سال قبل از تولدش راجبش صحبت میکنه چه درسایی رو میگیریم مسیح مکاسفه مکاشفه روح القدس مس روح القدس بر مسیح بود روح القدس بر ایمانداران میریزه و روح خدا در خلقت دست داشت دروس اصلی گذشته و آینده شیطان رو در فصل 14 میبینیم ما امروز میگیم ما خود بود پرست نیستیم ما شیطان پرست نیستیم ولی خیلی از ما هستیم هر موقع که خودمونا دنیا الان یه اکثر افراد یه بود دارن خودشون دنیا خودخواهه خودپرستی و کلمه خ... ما به زبان فارسی کلمه جالب داریم خودپرستی خودپرستی کلمه پرستش مال پرستش بوته دیگه اون به جای بوت خودتو گذاشتی این خودپرستی که تو بشره همون بوت پرستیه و میگی مثلا تو این دنیای امروز بوت پرستی وجود نداره خیلی چم خیلی جاها هنوز وجود داره و تو دنیای پیشرفته ما هم تازه خیلی از ما مذهبیون از مذهبیونی که میگن ما خدا رو میشناسیم خودپرستی اون بوت پرستیه که تو کتاب مقدس میگه و شیطان از غرور و از غرور خودش و خودپرستی بود که از خدا جدا شد خادم خدا باید با خدا ملاقات داشته باشه تا معمولیت خودش رو دریافت کنه در فصل شیش اشعیا فصل شیش اشعیا رو بخونید خیلی زیباست وقتی که اشعیا با اشعیا با خدا روبرو میشه میگه که خدا رو دیدم بر کرسی بلند و عالی نشسته بود حضور او هیکل و معبد رو پر کرده بود پرشته ها ایستاده بودن ابهت مسیح رو ابهت خدا رو میبینه اول اگر میخوای بدونی که خاندگی تو چیه قدم اول اینه که با خدا ملاقات داشته باشی حضورش و ابهتش و جلالش رو تجربه کنی بعد میگه که من وای بر من که حلاق شدم زیرا مرد ناپاک هستم وقتی با خدا رو شی گناهان خودت رو خواهی دید زمانی شده که خودم شخصا یه های خاصی با خدا داشتم اکثر مواقع ملاقات خاص پشتش یه سری دو سه صد توبه بوده یعنی آدم وقتی با حضور خدا میاد درست میفهمه کجای زندگیش اشکال داره کجای زندگیش تایید خدا روش نیست ولی این گناهکار بودن برای توبه نیست برای برای محکوم کردن نیست برای توبه است پس سه میگه توبه کنید پس ما هم باید توبه کنیم ملاقات با خدا متوجه شدن به گناه توبه و بعد میگه که خداوند رو خودم رو به تو تبدیل میکنه تقدیم میکنه خداوند گفت که را بفرستم گفتم گفتم مرا بفرست خودم رو تقدیم خدا میکنم میگم حاضرم خداوند حاضرم حاضرم که منو بفرستی ماموریت اگه ماموریتتون رو برای خدا نمیدونید یه وقت بذارید با خدا برای ملاقات و تو این ملاقات نگو خداوند ماموریت همون من نشون بده خداوند ماموریت همون نشون بده قبل از اینکه خداوند ماموریت هم نشون بده او خداوند گناهان من نشون بده وقتی گناهان دستش دستش رو دست دستش رو گناهات گذاشت توبه کردی اون موقع ماموریت هم به نشون خواهد داد خداوند میخواد که خادمش از ترس آزاد بشه در فصل 43 کلی راجع به ترس صحبت میکنه و البته خود اشعیا هم خدمتش بدون ترس نبود کسی که فرض کنید یکی بلنش بیاد مثلا نبوتای های محکوم کننده خداوند اگه توبه کنید وگرنه خداوند شما رو به دست آشورها تسلیم خواهد کرد پادشاه شما در گناه هستید توبه کنید پیغام ساده ای نیست پادشاه میتونه سرت از بدن جدا کنه البته تاریخ میگه که اشعیا رو با اره از وسط دو قسمت کردن تو ابرانیان هم بهش اشاره میکنه یعنی آخرش هم این خدمت ساده ای نبود و برای همینه یه فصل کامل راجب فصل 43 راجبه ترس صحبت میکنه من ترس زیرا که من تو را فدیه دادم تو را به اسمت خواندم پس تو از آن من هستی اگر از آبها بگذری من با تو خواهم بود از نرها عبور کنی تو را فرو نخواهد گرفت از میان آتش شوی سوخته نخواهی شد چون در نظر من گرانبها ها و مکرم بودی من تو را دوست داشتم من ترس زیرا که من با تو هستم خادم خدا باید از ترساش آزاد شه یکی از بزرگترین موانع خدمت ترسه ترس از شکست ترس از بیابروی ترس اینکه من اینو،, این، اینو, بگم دیگران پشت سر حرف نزنن بگن طرف مغرور شده اگر دعا کنم شفا پیدا نکرد چی آبروی من آبروی خدا میره اگر بشارت دادم ایمان نیور چی اگر دعا کردم جواب نگرفتم چی همش به ترسای آبروی خودمون و اسم خودمون فکر میکنیم خیلی بسته میشیم یا یعنی اینکه نکنه منو ترد کنن نکنه بگم فلانی مذهبی هست پس بهتره که صحبت نکنم یاد از ترسامون آزاد شیم تا بتونیم خداوند رو خدمت کنیم امروز با چه ترسایی روبرو هستیم چه ترسی چی, چی مانع شماست و من هست که با جرأت با دلیری بدون ترس خداوند رو خدمت بکنیم بذاریم عطایای ما جاری بشه ترس جلوی عطای ما رو میگیره. مثل یه خفه میکنه ما رو روح خدا رو در ما خفه میکنه همونطور که دوم تیموتائوس یک هفت میگه یه از ترسامون آزاد شیم تا روح خدا در ما جاری بشه امروز سوال میکنم از چی, از, چی از چی میترسی از چی میترسی از چی میترسی که با جرأت بشارت ندی با جرأت خدا رو خدمت نکنی از حرف مردم در فصل 58 هم راجع به روزه پسندیده خدا صحبت میکنه روزه پسندیده خدا اینو دیگه بعد باز کنید اصلا روزه رو کامل تعریف میکنه میگه اون چیزی که شما میگیرید روزه نیست روزه فصل 58 روزه ای که میگیرید تمام فصل 58 میگه روزه میگیرید که بندهای شرارت رو بکشایید گره های یوغ را باز کنید مظلومان رو آزاد سازید مگر روزه این نیست که نان خود را با گرسنگان تقسیم نمایی فقیران رانده شده را به خانه خود بیاوری روزه رو این میگه خونه تو باز کن فقیرها رو بیار عدالت داشته باش تمام فصل 58 روزه رو میگه که چطور قلب ما بعد در روزه باشه یک وظیفه مذهبی نیست بلکه قلبمون باید درست باشه و اعمالمون روزه نشون میده که روز ما درسته یا یک کار مذهبیه خداوند شکر میکنیم که ما رو انتخاب کردی تا در این روزها فرزندان تو باشیم عروس تو باشیم در این دنیا بدرخشیم و دیگران رو به نزد داماد بیاریم ای خداوند من. خداوند دعا میکنم که مثل اشعیا ملاقات های تازه و عمیق با تو داشته باشیم مثل اشعیا کلام تو رو با قوت با نبوت اعلام بکنیم ای خداوند تا دنیا بدونه که تو هستی و تو نجات دهنده خداوند ما رو خداوند بلند کن خداوند نگذار زندگی های ما بی سمر باشه نظر خداوند بیایم و بریم فقط زندگی کنیم بلکه میخوایم تو رو خدمت کنیم ترس ها رو از ما بردار آزاد کن ما رو از ترس ها که مانند مسیح بتونیم بگیم همونطور که در فصل 61 عیسی مسیح خودت گفتی روح خدا بر من است روح خداوند یهوه و بر...